درود به همه شما عزیزان. بیلیارد دقان هستم، همون سیاده که وسیله قدیمی رو میگرده پیدا میکنه. امروز هم اومدم تو بازار فولادی، ولی منادای معروفش، قراره که با این گرمای بسیار سخت و طاقت فرسا بگیم ببینیم که چه وسایل جالب و قدیمی و آنتیکی میتونیم پیدا کنیم. تا انتهای ویدیو حتما با من همراه باشید. بزن بریم. اولایت بیا، تاگیری بیا. فکر نمی‌کردم انقدر سنگین باشه. ولی آها، خب چرخ خیاطی خیلی لقه. چرخ خیاطی دستی مارشال که توی این مدل‌ها سینجر و اومگا هم بودشون زمانا، یک تا چرخ خیاطی دستی که با چرخوندن هندلی که اینجا داره این سوزن بالا پایین می‌کنه، شما می‌تونید که لباساتون رو تو دلیل قبلا بدوزید. و من خیلی برام جذاب که اینو دیدم، سه شایعاتی هم در رابطه با قیمتش وجود جیوه قرمز و این همچین چیزایی بودش که خیالتون راحت کنم دنبال این چیزا برید. این وسیله همین جوریش قشنگه، بذارید خرابش کنید هیچ ارزشی نداره. خیلی زیبا و نوستالژی. چی بهش برسن؟ آها رسیدم. اینم بازم کنسول محبوبتون آوردم، PS1. این نسخه نسخه اسمی پلی‌استیشن 1 که از لحاظ ظاهری بهبود پیدا کردش، نرم‌تر شد این گوشه‌هاش. این نسخه‌ها نسخه‌های بهتری بودن، دکمه ریسات ازشون برداشتن ولی دیگه راحت‌تر بازی اجرا می‌کردن و خیلی جالب بودن و برای هممون هم خاطره‌ساز بوده و هممون دوست داریم کنسول. اون زمان ها وقتی می رفتی بقالی، عطاری یا مغازه هایی که یه چیز رو باید وزن می کردن با همچین دستگاه مواجه می شدیم. این دستگاه یک ترازوی دو کفه است، چیزی که دو تا کفه داره. یه سری پاره سنگ ها رو وقتی که می ذاشتن تو سمت چپش، این وقتی می ذاشتن اینجا مخصوص می ذاشتن سمت راست، با استفاده از این دو تا زبونه که اینجا داره دستا که مساوی میشه نشون میده که جنسی که اینجا گذاشتی به اندازه اون قدر سنگه، که حالا سنگی ممکنه 1 کیلویی باشه، 2 کیلویی باشه، نیم کیلویی باشه یا هر وزنی که باشه. این دستایی که نوشته تا 3 کیلو رو اندازه گیری میکنه، بیشتر از اون نمیتونه و یه دستگاه خیلی جالب و جذابی، یه مکانیزم جالبی رو خودش داره. البته که دیگه الان استفاده از ترازوهای دیجیتال باب شده و این دستگاه به خاطرات سپرده شده. قبلا که برق زیاد نبود و اصلا کلا خونه ها همشون برق نداشتن، دریل کردن یا سرخ کردن دیوار یه موزل بسیار بزرگی بود، اما خوشبختانه تو این زمینه به فکر ما بودن، یه همچین دستگاهی درست کردن. این دستگاه یک دریل مکانیکی دستیه، حالا هندلش اینجا نیست، بعد بگم پیداش. هندلی که اینجا می‌زدن این دستا رو می‌چرخونده و شروع می‌کرده اون ماده‌ای که داخلش بوده دیوار رو سرخ کردن. یه مکانیزم خیلی جالب و جذابی رو داشته برای موقعی که برق تو خونه نیست. بیایم که یکم با تکنولوژی ژاپن بیشتر آشنا بشیم. دستگاه ضبط کننده ویدیو کاست که مخصوص VHS هم هست، مارک ناسیوناله، مارکشون به شما نشون بدم، ژاپنیه و یکی از تکنولوژی جالبی تو زمان خوش بوده. اینجوری بودش که این حالت حملی داشته، دستشون میگرفتن با استفاده از دکمه‌ای که به اینجا بوده و سیمی که به این وصل می‌کرده وصل می‌شده به یک دوربین و با استفاده از دوربین شروع می‌کردن فیلم برداری کردن. این دستگاه فیلمایی که دور می‌گرفت خودش توی VHS ذخیره می‌کنه. این هم ادامه همونه، منبع تغذیه همونه، AC آداپتورشه که از پشت هم برق بهش وصل میشده، هم میتونستم به نوعی فکر کنم به تلویزیون وصلش کنم با استفاده از این دستگاه، ولی آداپتور برقش بوده، باتری شارژ میکرده و ادامه اونه که با هم دیگه تکمیل بشن. یکی از فناوری‌های قدیمی اصیل ایرانی که خونه‌های ما فرزاد و رفت آفتاب است. از اونجایی که پلاستیک اونجا موقع وجود نداشت، آفتاب‌ها رو از جنس مس می‌ساختن. آفتاب‌های مسی یا حالت‌های فلزی که داشتن اون زمان خیلی مطرح بودش.
چون تنها راه شستن خودمون بودش. یه همچین شماتیک و شکلی رو داشت، یه دسته داشت، بالا آب می‌ریختن توش. دیگه الان خیلی هم البته باهاش آشنا هستید. ولی تفاوت اساسی این بافتابای نوین اینه که این وقتی که توش آب پر می‌کردن به قدری سنگین می‌شد که مجددا کارتون به دستشویی باز می‌شد، چون ممکن بود بزنی کمرتون وسط بشونه. خوشبختانه این وسیله از تو توالت‌ها و دستشویی خونه ما هست شده و تو بعضی جامعه‌های وسیله دکوری و کلکسیونی نگهداری میشه. البته که قدمت 100 ساله داره. کاتیا همیشه تو طراحی فناوری‌های جدید یک کتاز بوده و همیشه بهترین محصولات الکترونیکی رو تو زمینه‌های خودش که ساعت و ماشین حساب بوده ارائه می‌داده. اما امروز به یه دستگاه آشنا شدم به اسم دستگاه کاتیو ویلتون. این دستگاه یه دونه ماشین حساب و یک سینتی سایزر یا اورگ جیبیه. محصول سال 1980 با استفاده از اسپیکری که پشت داشته صدای قوی و قدرتمندی از آهنگی که می‌نواخته رو بهت می‌داده. اینجا هم کلاویه‌های سفیدسیاه پیانو رو به ترتیب داره که هر کدوم یه نوتی رو می‌نوازه. خیلی جذاب بوده که شما توی جیبت هم یه ماشین حساب داشته باشی، هم بتونی توی بری تو مجلس و یه آهنگریزی هم براشون بنوازی. یک چیز جالبیه، اندازه یه خطکش 30 سانتیه، ولی خب کاری یه ارگ یه متری رو انجام بده. یه تلویزیون وطنی خفته بگم بیا اینجا. تلویزیون پارس مدل چوبیه. این چوبی‌ها تو دهه‌های 60 بیشتر مطرح بودن. بعد از این موبیه که اصطلاح می‌گفتن کمودیتور بود، بعد از اونها این منتشر شد. این تلویزیون رنگیه و تو زمان خودش خب رنگ به حساب می‌اومد. یه سه خفنی بوده دیگه که از نشانه‌های پولدار بودن تو زمان داشتن تلویزیون رنگی که متأسفانه هممون نداشتیم، ولی دیدنش خالی از لطف نیست و خیلی چیز جذابی برای آدم. این تلویزیون لامپی بودن، خیلی صفحه محددی داشت که خیلی قشنگ با کیفیت خیلی خوب و رنگ کنتراستی باحالی نشون میداد محتوای تلویزیون رو. و اینجا برای اولین بار اومدن از کنترل‌های ریموت کنترل‌های دی سی ام استفاده کردن در دستگاه و همچنین کلیپ‌های لمسی استفاده کردن که برای اولین بار بود که شما وقتی لمس می‌کردید میرفت به کانال بعدی و این تو زمان خودش امکان خیلی جالبی بوده. خیلی حال کردم باید. بیا که میخوام برات خاطرات زمستون قدیم رو تجربه کنم. بیا اینجا. چراغ نفتی علایتی. اینجوری بهتون میگم یعنی خاطره ساز ترین چیزی که میتونست ما رو گرم کنه این دستگاه بودش. این دستگاه نفت توش میریختن، اینجا درجه های نفت نشون میداد. از پشت روش نفت میریختن و واسه زامنی که اینجا داشته اینو کج میکردن، باز میشد، این کیسه‌ها میوردن بالاتر و شروع کرد به سوختن و تنظیمش میکردن. علاوه بر اینکه این دستو گرم می‌کرده، بالاش هم چیزی می‌کردن به پختن غذا. سیب زمینی و آش و غذایی که برای اینکه گرم بشه می‌ذاشتن روی دستا، این شروع می‌کرد همزمان گرمش می‌کرده. و مارک این دستا مارک علایالدینه که ساخت ایران هم هست. دستا وطنیه. مسائل یه دستگاه ساده نیست که ماشین رو ساده دیگه ارزش نیست. این دستگاه ها دستگاه اینجا شده نمیده برای کنید هم بودن. روشکارش هم اینجور یه فرقی بیدیه ماشین رو داشته اینجوری ماشین رو به سلا اینجوری میداده داخل اینجوری چرخانی داشته میداده یه طراحی جذابی رو داشته، طراحی شکل خودش جلوی ماشین بوده و توش هم که آموزش رانندگی ماشین بر کودکان بوده. خیلی خوب بودی که از اون موقع به فکر بچه‌ها بودن تا قوانین راهنمای رانندگی رو به مرور تو ذهنشون وارد کنن. اینو دیگه بلند نمیکنم چون خرابم نشه و خیلی هم سنگینه. بخوایم برای اینکه یه آهنگ گوش بدیم وارد برنامه پلیر گوشیمون میشیم و دکتر رو میزنیم و آهنگو گوش میدیم. اما قبلا داستان اینجوری نبود، خیلی متفاوت تر بود. این دستگاه دستگاه ریل پخش کننده آهنگ. اینا بعد از گرامافون ها عمدتا منتشر شدن روی صفحات مغناطیسی که اینجا داره که به اصطلاح ریلش میگن، صدا یا آهنگ رو ضبط می‌کرد. این دستگاه مدل گراندینگ آلمانیه و یه دستگاهی که توی شرایط ظاهری خیلی خوبی نگهداری شده. کار خفنی هم که با این دستگاه می‌تونید بکنید فقط آهنگ گوش کردن دیگه. و قسمت جالبش اینجاست که این حالت مسافرتی داره و با
بلند کردن این چمدون میتونید به حالت چیز بلندش کنید و ببین ببرید. یه ساعت پیدا کردم قدیمی خیلی جالب. این ساعت ها ساعت چینی بودن، اون زمان ها از این دستگاه استفاده میکردن که ساعت بهشون نشون بده. علاوه بر ساعت تاریخ هم بهتون نشون میده، روز نشون میده، حالت کوکی داشته، کوک میشده و صدای زنگ خیلی بدی داشته، خیلی زیاد بوده و عملا خیلی قشنگ صبح بیدارتون میکرد و قشنگ جا نمیمونه از کاراتون. و اینکه تیک تاک این یادآور خاطرات خوبیه برای زندگی ما ها، چون قبلا با تیک تاک صدای این خیلی خاطرات خوبی رو ثبت کردیم. امیدوارم که شما مثل من خوشتون اومده باشه. بهترین تکنولوژی برای دستگاه نوارفون بوده، چون هم باتری داشت، هم صدای خیلی قوی داشته، هم وزن نسبتا سبکی رو داشت. خیلی عجب بود که دوست همراه خود رادیوی کودکانه است. سال 1990 تایکو، کلیسای علمو و خیابان کنجد سیستم سیستم. گل‌ها یه باغچه پیش چشمم، وای چه بی رنگه. گریهش می‌گیرم. من می‌گم. ولی بازم چه از ارزشی را خیلی کم دارم. یکم عروسک پیدا کردم، دو تا عروسک خارجی، جفتشون خارجیه، یکیشون به نظر میاد قدیمی باشه، شکل فانتزی داره از حالات میمون اون داره، یکیشون هم یه عروسک مالی یونیسفه، احتمالا شاید اهدا کرده بود همش نمیدونم، ولی جاش تا میشه، دستش تا میشه، بلکه کلا صافه. چیز جالبی بود. امیدوارم که با دیدن همچین وسایل، همچین وسایلی که قبلا بهتون نشون دادم خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون میاد از این سبک حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید کانال رو. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. منتظر ویدیو بعد بشید. بدرود.